هرچند که با فکر جوانیم که بودیم، هرچند که با فکر جوانیم که بودیم، در پیروی پیر مغانیم که بودیم. هرچند که در فکر جوانیم که بودیم، در پیروی پیر مغانیم که بودیم. گر هستی ما را ببرد باد مخالف، خاک قدم باد کشانیم که بودیم. با آنکه بهار آمد و بشکفت گل سرخ، ما زرد رخ باد خزانی که بودیم. ما زرد رخ باد خزانی که بودیم. عمری است که از سوز فراق تو من و شمع، شب تا به سحر اشک فشانیم که بودیم. شب تا به سحر اشک فشانیم که بودیم. هنگام زبونی نشود حربه ما کند، هنگام زبونی نشود حربه ما کند، چون دشنه همان کند زبانیم که بودیم. مستند حریفان سبک مغز به یک جام، ما جرعه کش رطل گرانی که بودیم. در سادگی و عیب و هنر گفتن در رو، در سادگی و عیب و هنر گفتن در رو، چون آینه مشهور جهانیم که بودیم. چون آینه مشهور جهانیم که بودیم. در سادگی و عیب و هنر گفتن در رو، چون آینه مشهور جهانیم که بودیم. از باد حوادث متزلزل همه چون کاه، ما ایم که چون کوه همانیم که بودیم. ما ایم که چون کوه همانیم که بودیم. با درود به بینندگان ارجمند تلویزیون ملی ایران، به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، برنامه در گذرگاه تاریخ رو به 250 و اندی سال پیش می رویم. گفتم که نادر بعد از اینکه چندین جنگ با عثمانی ها کرد، پس از اینکه تمام سرزمین های از دست رفته رو گرفت، پس از اینکه سرکشان قفقازی رو که بسیار هم سخت کوش و سمج بودن شکست داد، به فکر افتاد که تکلیف خودش رو معین کنه، بینه آیا باید هنوز نایب السلطنه باشه یا اصلا نباشه، بالاتر بره یا پایین تر بیاد. گفتم که در دشت مغان آمادگی های فراوانی رو درست کرد. در درازای نزدیک به 50 روز تا 2 ماه یک منطقه گسترده دشت رو تبدیل کرد به یک شهرک کوچک. با سازماندهی این آدم، قدرت فرماندهی و مدیریت در نهادش عجین بود، بسیار بسیار دقیق کارها رو سرپرستی میکرد، بسیار خوب برنامه ریزی میکرد، بسیار استوارانه نظارت میکرد و کار رو دنبال میکرد و بخش های مختلفی درست کرد
تا اون شهرک آماده شد از هر دیدگاه و پیک‌های فرستاد نمایندگان استان‌های گوناگون ایران رو از افغانستان و سند، اون موقع ایالت سند هم از آن ایران بود چون بعد از جنگ نه اون زمان هنوز به هند حمله نکرده بود، افغانستان از آن ایران بود و مرو، خیوه، بخارا، گرجستان، داغستان، باکو و ایوان، دربند و بخشی تا اربیل در عراق و جنوب خلیج فارس. یک بار من نقشه رو در اینجا نشون دادم که چون دوستان پرسیده بودند که در زمان نادر پهنه کشور ایران تا کجا بوده و من نقشه ای رو که از دوران فرماندهی نادر و پادشاهی نادر ایران بود نشوندم که به گفته تاریخدانان بعد از هخامنشیان گسترده ترین وضع از ایران در زمان نادر بوده. حالا هفته آینده یا هفته های آینده دوباره این نقشه رو من نشان خواهم داد. بروی پس از اینکه آرام میکنه و پس از اینکه دیگه عثمانی ها رو دیگه واقعا وادار میکنه که بنشینند و تسلیم نظرات ایران بشن، گفتگوی صلح رو از موضع قدرت انجام داد، آمد و این گروه رو جمع کرد، تمام نمایندگان استان ها، فرمانداری ها، بزرگان کشور، روحانیون، کسانی که به هر حال نبض افکار مردم دستشون بود و میشد گفت که نمایندگان مردم هستند، چون در اون موقع که بیش از اون نمیشد که کاری کرد برای شناخت نمایندگان مردم، اینها رو فرا خوند و روز نخست همونطور که در برنامه های پیش گفتم گفت من میخوام استعفا کنم از نایب السلطنه، ای شما هم شاه رو میتونید انتخاب کنید، آزادی در انتخاب شاه طهماسب یا ادامه پادشاهی شاه عباس سوم که 3-4 ساله بوده یا 2-3 ساله بود و نایب السلطنه هم براش بگذارید. ناگهان نمایندگان هیاهو کردن و همهمه شد و نماینده سیستان سخن گفت و مخالفت کردند و نادر دوباره سخن خودش رو دنبال کرد و گفت من خسته شدم و من نیاز به استراحت دارم، کشور به یک نیروی دیگری نیاز داره، هر کسی که خود شما میخواید به جای شاه کنونی و نایب السلطنه کنونی برگزید. فردای اون روز دوباره دستور داد که نمایندگان بیان، یعنی قرار همین بود که بیان در اون چادر بزرگ گرد بیان و دنباله گفتار بگیرن. روز بعد یکی دو نفر از نمایندگانی که روز پیش سخن نگفته بودند آمدند گفتند که شما خواست خودتون رو مطرح کردید و از ما نظر میخواید، نظر ما اینیست که هیچ کس رو شایسته تر از شما در این زمینه نمیدونیم، کشور تازه آمده سامان پیدا کنه، تازه سرزمین ایران یک پارچه شده، تازه مردم قهرمان خودشون رو پیدا کردن، کجا شما میخواید برید و این کشور رو دوباره بسپرید به دست امثال شاه طهماسب ها که نماد بی‌لیاقتی و ناوارد بودن به کار هاست. فرزندش هم که یک فرزند 3 ساله است که کاری از دستش بر نمیاد. حالا از کجا معلوم که این فرزند آمد و شد 18-19 ساله و رشته کارها رو به دست گرفت، اما آیا نبوغ این کار رو داره؟ آیا بی ارزه و عیاش و بیکاره بار نخواهد آمد؟ پس چرا ما دست در کیسه ای بکنیم که یک قرعش، یک مهرش مثبت و 99 مهرش پوچه؟ ما این کار رو نمی کنیم و از شما می خواهیم که بیایید و این کشور رو اداره کنید و حاضر نیستیم که به دوران پیش برگردیم. یکی دیگه از حاضران که مردی سالمند بود از جای برخاست، گفت من بیش از 75 سالمه، در رکاب شما شمشیر زدم، به پیشواز مرگ رفتم و اگر شما
رهبری کشور و پادشاهی رو بپذیرید، حاضرم تا پایان مرگ هم به عنوان، تا پایان زندگی هم که آغاز مرگ منه، به عنوان یک سرباز در هر سنی که هستم برای شما بجنگم. و این جان ناقابلم رو برای کسی و برای سرزمینی بگذارم که مطمئنم هدر نمیره خون من. اما حاضر نیستم که بهره کوشش های من که یکی از هزاران نفری بودم که در رکاب شما شمشیر زدم به دست آدم هایی بیفته که نتونن نگه دارن. و واقعا همیهنان ارجمند، این درد بزرگی است که برخی از شاهان نالایق، شاهان عیاش، بیکاره، ترسو، نتیجه زحمات و بهره خون دلاورانی که قبلا سرزمین رو نگه داشته بودند به سادگی از دست بدن. و همینطور که بدبختانه بعد از نادر شد. به هر حال این سرباز سالمند سخنان خودشو گفت و مردم و حاضران رو تحت تأثیر قرار داد و نماینده فارس برخاست، گفت که ما باید تکلیفمون رو برای همیشه با مسئله پادشاهی روشن کنیم. بنابراین من به نمایندگی از طرف مردم فارس در اینجا آمدم که بگم جز شما به هیچ کس ما اعتمادی نداریم و فرزندان شما هم جانشینان شما خواهند بود و اونطوری که ما تا کنون دیدیم، حالا درسته که مشکل گستردگی کشور بود، ولی حالا دیگه شما فرزندانی مثل رضا قلی میرزا دارید، چون اون موقع هنوز رضا قلی میرزا کور نشده بود، فرزندی مثل رضا قلی میرزا دارید، مثل ندرالله میرزا داریم. ندرالله چون اسم نام خود نادر هم ندر بود، ندر قلی بهش میگفتند، البته ندر و نادر هر دوش به معنی کمیابه. و خودش بعدن وقتی که پادشاه شد، یعنی رفته رفته در ارتش و در کشور نادر نادر گفتن، مهرش هم کرد نادر، یعنی خودش هم دیگه به نام نادر معروف شد و پذیرا، ولی در نوجوانی ندر قلی بهش میگفتن و به همین دلیل اسم پسر دومش رو ندر الله میرزا گذاشت. ندر الله که بعد شد نصر الله، ندر خودش شد نادر، ندر پسرش شد نصر الله. به هر روی گفتن بنابراین ما خیالمون از جانشینان هم راحته که اونها آدم های با عرضه‌ای هستن. و یک کمی باز به شاهان صفویه تاختند حاضران. در این موقع نادر دوباره رشته کلام رو به دست میگیره، میگه که مثل این که داره روش بحث به جاهایی میرسه که اصلا صلاح نباید باشه، صلاح کشور در این کار نیست، بنابراین من یک کار ساده ای از شما خواستم. گفتم من خسته شدم و میخوام برم استراحت کنم و چون شما نمایندگان این مردم هستید، اگر تصمیم در مورد پادشاهی بگیرید، این تصمیم تصمیم مردمه، تصمیم همه است، به همین دلیل شما رو خواستم. بجز این که من رو دوباره بخواید انتخاب کنید، در هر کار دیگه ای آزادید. منم چیز مهمی رو نخواستم، گفتم آقا من خسته هستم، میخوام برم استراحت کنم و هم اکنون به بعد دیگه این بحث رو ببندید، جلسه رو پایان میدیم، گروه های 10-20 نفری خودتون تشکیل بدید، برید گفتگو و بحث بکنید، فردا این موقع بیاید در اینجا این گروه ها نظراتشون روی هم بریزن و کار رو تمام کنن. نشست پایان پیدا میکنه و چند تن از اشخاص سالمند و با تجربه رو به عنوان سرپرست های گروه انتخاب میکنن و گروه گروه میان در زیر آفتاب کمرنگ پاییزی در دشت مقان گرد هم میان و به بحث و گفتگو میپردازن. وقتی نادر به چادرش میره، خب گروهی از بزرگان مثل برادرش ابراهیم خان، مثل سردار جلایر، مثل حاجی خان بیک، سردار حاجی خان بیک و دو سه تن دیگه از فرماندارانی که مورد علاقه نادر بودن و
بعد ابراهام کاتولیکوس خان و اسقف ارمنها، اینها میان در چادر فرماندهی و با نادر صحبت میکنن. نادر میگه چیزی که مسلمه، حق مسلم در پادشاهی، حق اون کودکی است که الان در قزوینه و پادشاه شاه عباس سوم لقب داره و تا کنون تا همکنون سنت بر این است که ایشون پادشاه باشه. و حالا من که نمیخوام نایب السلطنه بشم، شما باید بیاید یک کسی رو به عنوان نایب السلطنه انتخاب کنید، و یا اصلا خود شما چون شما اومدید و از من کسب تکلیف میکنید یک کسی رو پادشاه کنید. نماینده ارمنها کاتولیکوس پاسخ میده که مسئله حرف ملت اگر هست، همین ملت شاه طهماسب رو از کار انداخت و همین ملت شاه عباس، یعنی کودک او رو که عباس دانش بود به نام شاه عباس سوم پادشاه کرد، و همین ملت آمدن شما رو هم نایب السلطنه کرد. حالا شما اما نظر میخواین؟ بسیار خوب، همین ملت میگه شما باید پادشاه بشید، شما چی میتونید بگید در برابر خواست مردم؟ خلاصه این که کشاکش دنبال میشه و نادر دستور میده که فعلا گروه ها با هم بحث بکنن. روز بعد تمام روحانیون، چون ایران کشور گسترده‌ای بود، تیره های گوناگون اسلام در اونجا بودند، سنی، هفت امامی که اسماعیلیه ها هستن، شیعه ها، تازه شیعه ها بخش های مختلفی هم داشتن، اینها دستور داد که اینها بیان در چادر گرد بیان. شماره شون هم ماشاءالله هزار ماشاءالله کم نبود، در حدود 100-150 نفر بودن از هر کیش. و روز بعد رو جارچی ها جار زدن که روز بعد حضرت نادر فقط میخواد با روحانیون صحبت کنه. خب روحانیون از خودشون بپرسن مسئله سلطنت مطرح بوده، مسئله اداره کشور مطرحه، دو روز در همین زمینه گفتگو شده، چطور یکی و الان شاه میخواد فقط با روحانیون صحبت کنه؟ این نکته چیه؟ پرسش آمیز بود و کمتر کسی میتونست، یعنی اصلا هیچ کس نمیتونست که پیشبینی کنه که نادر برای چه روحانیون رو خواسته. ولی خب به هر حال روحانیون تا فردها نگران این مسئله بودند که نادر با اینا چیکار داره. میدونید که نادر بسیار مقتدر بود و روی خوشی هم به روحانیون نشون نمیداد. این مرد همونطور که گفتم یک مدیر بلفطره بود، یک روشنبین بود. روزی یکی از دوستان از من پرسید که آیا واقعا نادر مفهوم ملت و ملیت رو میفهمید؟ آخه این یه درسی است، این یک علمی است که حالا پیدا شده به نام مفهوم تاریخی ملت که علم گسترده ای هم شده. پرسید که نظر تو این میدونست این کار رو داشت میکرد؟ گفتم نه، نادر یه ناسیونالیست بلفطره بود، یه چیزی در درونش به او حس هی میزد که این کار رو بکنه، اما خودش از دیدگاه علمی مفهوم ملت رو نمیدونست که چیه. که میدید اونجام جز ایران بوده، حالا جدا شده میگه خب مال ماست. اونجا فارسی حرف میزنن، خب پس ایرانی هن. اونجا نمیدونم شیعن و مسلمان هن، پس ایرانی هن. اینجور بود به عنوان یک ناسیونالیست بلفطره وارد شد و حالا میبینیم که اون کارهایی که اون کرده بر طبق اصول علمی مفهوم تاریخی ملته. بر روی این روحانیون گفتن که خیلی خوب، برای چی باری بخواد؟ نادر درد ملت رو فهمیده بود. نخست این که میدونست که بیگانگان نمیخوان امپراتوری عظیمی به نام عثمانی در برابر دولت‌های اروپایی باشه، چه روس، چه پروس و چه دیگر دولت‌های بزرگ اروپایی. عثمانی قدرتی بود در برابرشون دیگه. عثمانی که من میگم این ترکیه کنونی نیست، تمام شبه جزیره بالکان، یوگسلاوی، تمام منطقه تا شمال دریای سیاه تا جنوب اوکراین و سراسر عربستان، سوریه، لبنان، فلسطین کنونی، اسرائیل کنونی، تمام اینها امپراتوری عثمانی بود.
از این ورم یک امپراتوری بزرگی به نام ایران بود، یه آدم نیرومندی هم به نام نادر بالا سرش بود. حالا بیگانگان میخواستن که این رو از بین ببرن، مسئله شیعه و سنی رو پیش آورده بودن و این جنگ ها انجام میشد، به خصوص که شاه اسماعیل یکم دولت شیعه درست کرد، یعنی دولت صفویه. درسته که ایران تک پاره رو یک پارچه کرد، ولی یک دولت ملی نبود، یک دولت مذهبی بود. و این رو هم تحریک به خصوص برادران شرلی و رابرت شرلی بود که در دربار شاه عباس رسوخ کردن و مسئله جنگ ها که ریشش از زمان شاه اسماعیل یکم بود پیش آوردن که این دو کشور درگیر هم بشن. اتفاقا درست همون زمانی که برادران شرلی به دربار شاه عباس اومدن، در همون زمان یک گروه 25 نفر هم به دربار پاشای عثمانی رفتن، اونها رو از اون رو تحریک کردن، ایرانیان از ایران. اینو نادر میفهمید، اما عثمانی ها که نمیفهمیدن که اونها قلدری میکردن. این بود که اول اینها رو گوشمالی داد، اول با قدرت نظامی اینها رو فرو کوفت، حالا زمانی بود که میخواست این استخوان رو از لای زخم در بیاره و کاری بکنه که این دو کشور عظیم کلاه سرشون نره با هم بجنگن. بنابراین یک قدرت دیگری میخواست، یعنی واقعا در ته فکر نادر این بود که پادشاه بشه، برای اینکه تا زمانی که نایب سلطنه بود درست بود صاحب اختیار بود، ولی هر کاری رو که قدرت این کار نداشت. شاید شاه بعدی میومد برعکس میکرد، همونطور که پدرش دوبار با عثمانی ها جنگید و یعنی پدر شاه عباس سوم، شاه طهماسب دوم، دوبار جنگی شکست خورد. این بود که میخواست کار رو یکسره کنه. از این دیدگاه هم این آدم بسیار باشعور بود. حالا روحانیون رو خواسته بود و اینها میخواستن ببینن که برای چی نادر اینها رو احضار کرد. روز بعد روحانیون سراسر کشور آرام آرام به طرف چادر فرماندهی، یعنی چادر فرماندهی که نه چادر جلسه‌ای که فرماندهی هم درشه، راه افتادن. در اون چادر چه چیزهایی گفتگو شد میمونه برای هفته آینده. زمان پیام‌های بازرگانی رسیده، میریم پیام‌ها رو می‌بینیم و می‌شنویم، برمیگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود. بریم پیام‌ها رو می‌بینیم و می‌آییم. بینندگان ارجمند، چندین برنامه هست که در زمینه دخالت و بدعت آخوند در آیین اسلام و شیعه، ده ها بار باز هم میگم، هم اکنون هم میگم، شیعه یک جنبش سیاسی ملی و مذهبی بود که ایرانی ها در برابر خشونت و خشکندیشی و قساوت و سنگدلی عرب ها ایجاد کردن، یعنی در حقیقت اسلام عربی رو اومدن ایرانیزه کردن، اسلام ایرانیش کردن، نرمش کردن، تا اون جایی که به کوتاه کردن دست عرب‌ها از سرزمین ما منجر شد و آدم‌هایی مثل ابو مسلم و یا یعقوب آمدن، ضمن اینکه علناً برخلاف بابک عملاً و علناً جلوی عرب ایستاد، اون دو تای دیگه ضمن نیت پاکی که داشتن از اون راه اومدن جلو و به این طریق، به طریق مسائل مربوط به شیعه، عرب ها رو به هر روی زیرش پاشون رو جارو کردن و بیرون شروع کردن. ولی از زمان صفویان رفته رفته یک انگلی به نام آخوند پیدا شد که این کیش رو به کیش دریوزگی، گدایی، مفتخوری و تنپروری برای خودش و نادان نگه داشتن مردم در پیرامون خودش تبدیل کرد. از زمانی که از بهمن 57 که اینها آمدن بر سر کار، درسته که واقعا یک مصیبتی بود بر ملت ایران، اما همونطور که علم منطق میگه در هر ناهنجاری اگر بگردید یک چیزای هنجار و سودمند هم پیدا میشه. یکی از سودهایی که این انقلاب داشت این بود که مردم آخوند رو شناختن، بعد رفتن تا
تحقیق کردن در این زمینه که اینا آقا اینا چی میگن، دیدن هر کاری که اینها میگن بکنید به نام دین برای جیب خودشونه. و این رو ما ریختیم به گفته معروف روی دایره و پخش کردیم. بوق بارگاه میسازن به نام امام و امامزاده برای که پول گیرشون بیاد. درآمد آستان قدس رضوی، درآمد آقای طبسی از بودجه کل کشور به گفته خود آخوندها بیشتره. در هر ذریحی، در هر بوقعی، در هر بارگاهی که گنبد رو طلا میکنن و مناره رو طلا میکنن و ایوان رو طلا میکنن، آخرش میرسه به پولی که میره تو جیب آخوند و میره تو اون ذریح، تو کفشداری، تو این ور، تو اون ور، تو اون ور. پس باز برای پوله. روزخونی که راه انداخته بودن برای پوله. عاشورا و تاسوعای محرم و سفر برای اینکه جیبشون رو پر کنه. بعد دعای مرده و قبر سر قبر رو هر جا فکر کنید اینها دست انداختن و چنگ انداختن برای اینکه جیبشون پر شه. به چه دلیل وقتی یکی میخواد ازدواج کنه باید آخوند بیاد اون صیغه رو بخونه؟ اصلا صیغه مگه چقدر هست؟ یه نیم خطه، یه مش اولش رو پرت و پلا میگنی، اون نیم خط رو میکنن، یه مشتم آخرش بلند میشه یه پول میگیرن میرن. خب اینا هر کسی میتونه بکنه. تو دانشکده حقوق به ما گفتن، استادامون هم همون آیت الله ها بود، آقای کاظم عصار بود و محمد مشکات آخوند بودن. اینا کاری نداره اینا، ولی اینا چنگ انداخته بودن. از همه مهمترش که ظاهر قضیه را آدم متوجه نمیشه ولی باطنش بدآموزی فراوانیه، مسئله امام زمان. اون بار گفتم از دو دیدگاه این درد سرآفرینه برای ملت. یک، میگن امام زمان باید بیاد کارا رو درست کنه، بنابراین ملت رو فقط منتظر میذارن برای مسئله موهوم که هرچی خب حالا امام زمان میاد درست میکنه. نمیجنبن. هرچند که حالا خوشبختانه الان میگم اومدن اینها باعث شد مردم خیلی آگاه بشن، ولی هنوز ما آدم‌های قشری و آدم‌های مسخ شده زیاد داریم. این از دیدگاه معنوی عیب کاری که یک کسی میگه منتظریم تا امام زمانی بیاد درست کنه. دو، تخریب عقل و منطقه. چگونه میشه یک 1200 سال، 1200 اندی سال یه آدمی زنده باشه، غیبم باشه، نبیننش؟ خب اگه یکی اینو باور کنه یه جایی مغزش اشکال داره. وگرنه مگه ممکنه یک چیزی رو خلاف ناموسی که خدا گذاشته، ناموس طبیعت، ناموس الهی انجام بشه؟ میگن چون دشمنان ممکنه بکشنش، خدا غیبش کرد. بارها گفتم چرا پدرش رو غیب نکرد؟ چرا اجدادش رو غیب نکرد؟ چرا پیامبری که ریختن تو مکه بکشنش فرار کرد و رفت تو مدینه غیب نکرد؟ چرا عیسی رو غیب نکرد؟ چرا موسی رو غیب نکرد؟ آخه پرت و پلا تا کی؟ پیامبر وقتی به صراحت داره میگه بعد از من هیچ کس نمیاد، خاتم الانبیا هستن، اینا اومدن با حق بازی گفتن ایشون خاتم الاوصیاه، زود لغت رو عوض کردن. محمد گفته خاتم الانبیا، نمیتونستن رد کنن که گفتن ایشون خاتم الاوصیاه و هزار یاوه دیگر. چرا؟ عیب بزرگش اینه که خودشون رو جانشین امام، نایب امام میدونن در زمان غیبت. تمام مشکلات به اینجا ختم میشه که میگن سهم امام رو بدین بیاد، ما جانشین امام هستیم، سهم امام بدین. کجای اسلام گفته امام سهم داره؟ اصلا امام تو اسلام نی که سهمش باشه. این مشکل ما. حالا این مقدمه رو گفتم به این دلیل ما آدم های خود بزرگبینی نیستیم. یعنی این تلویزیون، این سازمان و برنامه های مثل این برنامه که داره فاش میکنه مسئله رو، ما اونقدر خود بزرگبین مثل آخوندها نیستیم که بیایم بگیم آقای خامنه ای دنباله امامت. دیرو جنتی با نهایت وقاحت گفته آقای خامنه ای نماینده خدا در روی زمینه. خب مردک، اگر نماینده خدا در روی زمینه دیگه به چه دلیل انتخابات میکنید؟ خب نماینده خدا هر خواست بکنه دیگه.
رئیس جمهور برای چی میخوای؟ خب نماینده خدا هست دیگه. مجلس برای چی میخوای؟ نماینده خدا هست. خجالت بکشید، اینقدر خدا رو کوچیک میکنید که یا آخوندی که تا پیروز تار میزده و آواز میخونده حالا نماینده خدا شده. خب این گفتم ما خود بزرگ بینی نداریم، ولی مؤثر این سخنان آخوند احساس خطر کرده در همین زمینا. دلیل داریم، میگم آدمی نیستیم، پدیده‌ای نیستیم که بگیم ما اینقدر مهم هستیم که اثر گذاشتیم، ولی میبینیم، داریم میبینیم که آخوند احساس خطر کرده. پیش از اینکه به دنباله اون جریان جزیره خضرا و اینا بپردازم، مجله ای رو یکی از دوستان برای من فرستاده، دوستانی که نمیشناسمش، ندیدمش و توی گروه سپاه پاسدارانم هست. این مجله رو نوشته خورشید مکه، این آمده خورشید مکه رو فرستاده. این که میگم اینا احساس خطر کردن، تمام این مجله راجع به امام زمان چاپ شده، یعنی اونام فوری شروع کردن. منتها با کدوم منطق؟ منطق ندارن که، همینطور گفتن. اولش عکس آقای خامنه ای رو انداختن و سخنان ایشون رو چاپ کردن، سخنان گوهربار ایشون رو. این نشون میده اینا ترسیدن. خود آقای خامنه ای هم از این برنامه ها، از اینا ترسیده. چرا؟ حالا براتون میگم. السلام علیک یا بقیت الله فی الارضهی، ای درود بر تو، ای دنباله خدا توی کره زمین، یعنی امام زمان. این سخنان آقای خامنه ای رو براتون میخونم تا ببینید که چجور احساس هراس کرده. میگه دشمنان تفکر، ما رو میگه دشمنان تفکر، ما میگه مردم فکر کنین، فکر کنین، شما دشمن تفکرین. غیبه میاد یه موقعی، بعد میبینن ای خب ممکنه بگن آقای 1400 سال امام زنده، چرا زن نمیگیره؟ اسلام که میگه زن بگیری، اگه زن نگیرید فرشته ها نفرینتون میکنن. گفتن خب زن داره، زن داره. خب زن داره؟ بله. 1200 سال یه زن داره باش زنه؟ دیدن خواهی بگن بله 1200 سال زنم که میشه 1200 ساله؟ نه، زنهای مختلف گرفته همینطوری تا حالا. خب بچه داره؟ معلومه دیگه که زن داره باید بچه داشته باشه دیگه. بله بچه داره. پشت پنجمش آقای شمس الدین فرماندار جزیره خضراست. خیلی خوب، چند تا بچه داره؟ خب بچه خیلی دارن دیگه. این امام مریض میشه چی بگه؟ بگه نه مریض نمیشه، جدش امام زین العابدین همیشه مریض بود. بگه مریض میشه، پیش کدوم دکتر میره؟ گفته لطف خدا شامل حال امام هست، همتون مالونده کنار رو رفته. آقای کی؟ آقای کورانی، استاد رشته امام زمان شناسی حوزه علمیه قم. حالا پس ما اهل تفکریم، ما داریم میگیم آقا بیاید فکر کنید. نه تو که میگی که توی 1200 سال زن گرفته یه بچه درست کرده. آقا کدوم زنیست که بیاد زن آدم غیب بشه؟ نه اون زنش میبینه دش. خب آقای نمیدونم نورالدین فلانم دیتش. خیلی خب آقای فلان کس هم یکی دیگر گفته ابراهیم ابن مهزیار. مهزیار کیه این؟ امام با این صحبت کرده. پس این آدم هی غیب میشه میاد، هی غیب میشه میاد. پس ما اهل تفکریم، شما اهل تفکر نیستید آقای خامنه ای. دشمنان تفکر و اعتقاد به مهدویت، ماها میگه که این اندیشه به زیان آنهاست. من میخوام ببینم کجای بودن امام زمان به زیان ماهاست. ما مثل شما دکون وا کردیم، ما مثل شما روزه میخونیم، ما مثل شما جیب مردم رو خالی میکنیم، بت سازی میکنیم، بقعه بارگاه درست میکنیم که مهدویت به زیان ماست. ما اومدیم گفتیم ما امام زمانیم، که شما وقتی میگی یکی دیگه است به زیان ماست. ما میگیم آقا فکر کن، فکر کن، نمیگیم حرف ما رو قبول کن. ما اینا رو میگیم، آخوندام اونا رو میگن، فکر کن.
زیباترین چیزی که آدم میتونه انجام بده فکر کردنه. یه روز به یه مؤسسه امریکایی رفتم، دیدم رو میز این کارمندانش نوشته think، فکر کنید، فکر کنید. ملتی که فکر کنه نیرومندترین ملت دنیا میشه، نه اینکه حضرت آقا اومدن در چمکران، من نمیدونم اسم من میشه، دوستان به من زنگ میزنن از ایران میگن اسم اصلیش اینه، من یادم میره، به هر حال امام آمده در مسجد چمکران نماز خونده، حالا گله گله آدم داره میره اونجا. یه نمیدونم این داستان رو اینجا گفتم یا نه، یه آدم بسیار مستمندی رفته بوده پلوی پسر من پزشک درمان بشه، پول نداشته، پسر من بخشیده گفته بدون پول بیا من درمانت میکنم، اینا نگرفته. خب این آشنا شده، دوست شده با پسر من، اومده هرچه هم گیاهی به سلامی میکنه. بعد یه مسافر ما از ایران داشتیم، این آدم شنیده بود، رفته بوده پیش فرزند من گفته بوده که آه این مسافر شما که میاد بگید یه خورده از اون خاک چمکران برای من بیاره، یا چمکران یا چمکرده هرچی نزدیک قم. پسر ما نمیدونست اصلا خاک اونجا چه خبره چیه، گفته چرا؟ گفته امام زمان رفته اونجا و از اون بوده. پسر من یه خود نگاهش کرده گفته مردک امام زمان چیه؟ این حرفا چیه؟ برو فکر کن. یارو گفته عقیدت اینه که هیچی نشدی، اون که فقیره پول نداره اومده به یه پزشکی که موفقه میگه چون تو عقیدت اینه هیچی نشدی. شما ببینید چقدر کوتاه فکری. به هر روی بریم دنبال کلمات گوهربار آقای خامنه‌ای و تفسیر کنیم. دشمنان تفکر و اعتقاد به مهدویت، یعنی به امام زمان، که این اندیشه را به زیان خود میدانن، همین حرف رو میزنن ها، هیچ دنبال استدلال نیستن که آخه چرا این اندیشه به زیان ما، همواره تلاش کردند تا آن را از اذهان مردم بزدایند، چون به نفع مردمه، چون به زیان شماست، چون دکان سهم امامتون رو میبنده. پس بودن این اعتقاد هم به زیان مردمه هم به سود شما. بزدایند و با و یا مفاهیم اعتقاد به مهدویت را تحریف کنند. کجای این مفاهیم رو متحریف کردیم؟ ما که هر چی میخونیم از قول خودتون میخونیم، کجا ما تحریف کردیم؟ واژه به واژه من از حرفای خودتون میخونم و جواب میدم. چرا بی مسئولیت حرف میزنی آقا؟ لذا حالا این اولو گفته، یه خوده به مقدمه و صغرا کبرا رو چیده و پرت و پلا گفته و ما دشمن تفکر اعتقاد مهدویت هستیم، با دشمن مهدویت هستیم چون با زیان ما سمر رو گفته. حالا لذا، حالا میگه به مردم چیکار کنید. لذا امروز در نقطه مقابل این تلاش دشمنان باید در جهت اعتقاد و عمل تبلیغ و تبیین حقیقت مهدویت حرکت کنیم. چجوری تو میخوای تحقیق کنی راجع به مهدویت؟ امروز این مجله‌ای که سرلوحش سخنان آقا را نوشتن، من براتون میخونم تا ببینید که آیا این حقیقته یا اونی که ما میگیم. همین سفر پشت جلدش میگه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به ابراهیم ابن مهزیار فرمودن. حالا ابراهیم ابن مهزیار کیه؟ چطور امام به این یکی رسیده ظاهر شده؟ چطور برای بقیه غیبه، برای این یکی ظاهره؟ پدرم امام حسن عسکری علیه السلام، اونم میگه علیه السلام، به من فرمود فرزندم بدان که دلهای افراد مطیع و با اخلاص به سوی تو کشیده شده، همان گونه که پرندگان به سوی لانه هایشان باز میگردن. تا مقایسه رو نگاه کنید، آخه کجا بچه شبه به هم میخونه؟ پرنده اون خونه، اون لونش خونهشه، صبح میره دنبال دانه، شب که تاریک میشه میاد میره اونجا. این چه مقایسه ایست که با اون داری میکنی؟ بعدم مقایست مسخره است. بابام به من گفته که اولا اینه که خودش ساختن، همچه کسی اصلا وجود نداره، امام زمانی نیست که گفته باشه، اینا که اینا ساختن،
که آره دلهای آدمهای مطیع، آدم مطیع یعنی چی؟ آدم متفکر باید باشه، نه آدم مطیع. از اصل انسانیت تفکره، نه اطاعت. اصل انسانیت بررسیه، نه مقلد بودن، نه تقلید کردن بدون تفکر. لغت رو ببینید آخوند اختراع کرده، تقلید کنید یعنی فکر نکنید راجع به این مسئله، برید هرچی که حضرت فلان کس میگه گوش بدید. بعد گفته آره دلهاتون میره به طرف امام زمان. حالا اینی میگه اون روستایی ساده دل بیگناه، میگه اه نکنه من اگه شک کنم نمیرم به طرف حقیقت، نمیرم به طرف فلان. پس ما میگیم ها با یه آخوند گردن کلفت، من بحث میکردم تو تهران بعد از انقلاب پیش از اومدنم اینجا، میگفتم آقا جان به این دلایل آوردم، گفتم آقا تو با این دلایل چجوری میخوای بگی یه کسی مثل امام زمانه؟ آخرش که موند دیگه، موند، هیچ جور نتونست جواب بده. گفت حالا ما میگیم هست دیگه، اگه نبود که ضرری نکردیم، اما اگه بود پدر شماها در میاد. این شد حرف. بعد این مجله که سراپاش همش راجع به امام زمانه، یه شعری هم داره، شعرش جالبه بد نیست. شما ببینید این آدمایی که میان این شعرها رو، یکی از بدبختی های ما این نیست که فقط برای اینکه این لغت ها رو دوره هم بنزیم هرچی دم دهنمون بیاد جمع میکنه. به امام زمان میگه، مصلح عالم اسمش گشته، من نمیدونم این مصلح عالم چیست که میگن وقتی میاد انقدر آدم میکشه تا زیر شکم اسبش خون میگیره. اینا یه محاسبه دو تا چهار تا نکردن که ما 70 میلیارد، ببخشید 7 میلیارد جمعیت در کره زمین داریم. حالا حضرت امام اومد، شمشیرش هم کندشو نیست، ده بکش. فرض میکنیم این همه 7 میلیارد رو بکشی، طبق یک اصل معمولی 1/100 وزن آدم خونش. حالا به طور متوسط اگه مردم رو 60 کیلو حساب کنیم 6 لیتر خون دارن. این 6 لیتر رو ضرب در 7 میلیارد بکنید، یه عددی در میاد. اگه این رو ما تقسیم بکنیم بر سطح خاک کره زمین، نیم میلیمتر هم نمیشه. نیم میلیمتر هم خون سطح خاک کره زمین رو نمیپوشونه. چطور حضرت امام میاد آدم میکشه تا زیر شکم اسبش خون میگه؟ چرا اصلا؟ چرا؟ بعدم میگه من هنوز انتقام یه لنگ کفش حضرت رقیه رو نگرفتم. بابا من چه؟ تو عربستون یکی زده، یکی رو کشته، یه طوری شده، حالا بعد از 1400 سال من بیام تاوانشو بدم؟ هرچی از دهنشون در بیاد میگن دیگه. اسمش هم میذاره مصلح عالم. ای افسر چرخ خاک راحت، و ای عرش، عرش ببینید کفر یعنی این دیگه، عرش یعنی تخت پادشاهی خداوند، این دیگه معلومه عرش جاییست که خداوند میشینه. میگه ای کسی که تاج چرخ خاک راحت، حالا این یه قلوبی کرده، ای کسی که عرش خاک پات. شما ببین اینو میگن کفر. ای افسر چرخ خاک راحت، و ای عرش غبار بارگاهت. غبار عرش تویی. ای خاتم اوصیا، ببینید خاتم انبیا نمیگه، خاتم اوصیا، که از اول شد خاتم انبیا گواهت. کجا پیغمبر گفتش که بعد از من نسل 12 یادم میاد؟ پیغمبر که میگه هیچ کس غیب نمیدونه، پیغمبر که میگه من پیشگو نیستم، پیغمبر که میگه پیشگویان دروغگویانند. چطور این پیغمبر این حرف زده؟ ای آینه خدا نمایی در طلعت خوب طرز ماهد، ای مصلح عالمی که عالم اصلاح شود به خاک راحت، سیار کرات آسمانی منظومه گردش نگاهت. همه اینا رو که ببینید مثل گردش نگاه تو میمونن اینا. در اوج فضا، در اوج فضا ستارگانند افتاده به مقدم سپاهت. خیلی باید آدم بزرگی باشه که سپاهش ستاره ها بیفتن زیر پاش. ای یوسف حسن مصر،
مصر توحید، ای یوسف حسن مصر توحید، تا کی نگرم درون چاهد. چرا تو چاست؟ کسی که عرش غبار خاک راهشه، کسی که ستاره ها زیر پاشه، چرا تو چاست پس؟ بازای که غیر حق پرستی محکوم شود به دادگاه. خب باز بیا ببینیم کیه، شاید ما محکوم شیم دیگه. با فاطمه گفته ایم عمری، فرزند تو هست دادخواهد. فرزند تو میاد دادخواهی از تو میکنه. از من توی شنونده و بیننده که 1400 سال از دعوای اونا گذشته، نسل 500 هستیم ما، میاد اما دادخواهی میکنه. بینندگان ارجمند، میریم پیام های بازرگانی رو میبینیم و میشنویم، برمیگردیم به پرسش و پاسخی که تو این مجله شده پاسخ میدیم که خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. میریم پیام ها رو میبینیم و باز میگردیم. خب بینندگان و همیانان ارجمند، یک بخشی تو این مجله هست به نام سوال شما پاسخ ما. پرسش هایی که شده براتون میخونم، پاسخهاش هم گوش بدید. بعضی از پرسش ها خب نشون میده یه آدم هایی هستن که به راستی مسخ شدن و اصلا تو عالم خودشونن. مسخ یعنی کاملا بدون تفکر میرن به اون ور. ولی بعضی از پرسش ها زیرکان است. میپرسند، یعنی یه نفر پرسیده، حالا اسماشون هم نوشتن، اگه نیازی باشه اسماشون هم میگم. پرسیده شما که این مجله رو چاپ میکنید، راه های ارتباط با حضرت ولی عصر را بفرمایید. ما چطوری میتونیم با ایشون ارتباط برقرار کنیم؟ جواب رو، راه شناخت امام، علمای زنده یا فوت شدن. آخه عالمی که مرده چجوری راه شناختش ایشون میدونه؟ عالم زنده را حال میره باش یه هجویاتی اون آقای آخون میگه، آروم مرده، راه شناختش اونیست که مرده است. آنها یعنی علمای زنده یا اونایی که مرده توانستن با امام زمان در عالم خواب یا واقعیت ارتباط برقرار داشته باشن. بروید و از آنها بپرسید، چه پاسخ علمی داده. بعد یکی دیگه پرسیده که چگونه حس کنیم که ایشان، یعنی امام زمان، ما را در کارهایمان راهنمایی میکنن. جواب میده، به کتاب راهی به سوی نور نوشته این جانه مراجعه کنید. تبلیغ کتابش هم میکنه. هم برنامه بازرگانی، هم برنامه امام زمانه. بله، میگه آقا من چجوری چیز کنم؟ میگه برو کتاب منو بخون. و همچنین دیگر کتاب های در رابطه با حضرت ولی عصر نوشته شده مراجعه فرمایید. و نیز بخش حالات منتظران مجله را، تو این مجله، این تبلیغ مجله را هم کرده که حالات منتظران مجله را، که حالات علمای شیعه امام زمانی را منعکس می کند مطالعه فرمایید. درباره پرسش شما که یعنی پرسش دیگری نیست که چگونه حس کنیم که ایشان ما را راهنمایی می کند. درباره سوال آخر شما باید بدانید که آنچه از سوالین خوب به شما میرسد به واسطه علم امام زمان است. یعنی چه تعالیم خوب به ما میرسه؟ به واسطه علم امام زمان است. کسی که این سوال کرده یه آدمی است که انقدر نظر فکری پایینه که واژه ها و لغت ها رو سخت متوجه میشه. چجور امام زمان ما راهنمایی کنه؟ چیزهای خوب رو به گوش بدید، راهنمایی میشید. که در میان کتاب ها و روایات و بر زبان معلمین و اهل منبر، همه دکون و غیر اینها گفته شده و می شود و شما با یاد گرفتن تعالیم روحانیون می فهمید چه کاری خوب و خداپسندانه است و چه کاری بد و مورد غضب امام زمان. این همان راهی است که امام زمان به شما در لحظه لحظه تصمیم گیری و تفکر نشان می داد. پس امام زمان خدا هم هست، برای اینکه به همه باید برسه دیگه. پرسش، سلام خدمت شما عاشقان آقا امام زمان. من بنده گناهکار، این حالی نفر نوشته، و روسیاه خدا هستم، ولی عاشق و شیفته امام عصر، با همه روسیاهی هم دوستش دارم.
راستش تا حالا سه بار از گناه بزرگی کردم توبه کردم، ولی باز به طرف اون گناه رفتم. عجب اراده‌ای داره. در محضر آقا شرمنده هستم، آن هم اگر خدا کمک کند دیگر آن گناه را نمی کنم. اگه خدا کمک کنه و اگه بره دوباره این گناه ها بکنه برای دفعه چهارم، میگه خدا کمک نکرد، تقصیر خدا میندازه و میخواهم دل آقا را به دست بیاورم. آیا آقا مرا میبخشند؟ خواهش میکنم کمکم کنید. از آقا حاجتی دارم که نمیدانم به من میدهد یا نه. با این روسیاهی و شرمندگی مقابل آقا خجالت میکشم. خواهش میکنم کمکم کنید. حالا جواب میده این آقا: امتحان شما در زندگی دنیا همین است که به خدا و امام زمان نشان بدهید که با اراده هستید و کاری که خدا از شما خواسته انجام ندهید انجام ندهید، و کمک خدا به شما همین که به شما قدرت داده کاری را که او دوست ندارد و نمیپسندد انجام ندهید. ولی نداره این قدرتی که بدبخت سه بار گفته من توبه کردم رفتم چیزی دوباره دنبال کردم و انجام ندهید. و اگر بیش از این خدا بخواهد انسان را وادار ترک گناهان کند، دیگر انسان با حیوان چه فرقی دارد؟ یعنی اگه بنا باشه هیچ گناهی نکنی، انسان با حیوان هیچ فرقی نداره. حالا دلیلم میاره: چرا که خدا حیوانات را بالاجبار وادار به ترک گناه کرده و زمینه گناه کردن را از آنها گرفته است. پس قدر خود را بدانید که خداوند به شما احترام گذاشته و خواسته است مثل خودش، یعنی مثل خدا، با اختیار خودتان چیزی که نمیپسندد ترک کنید. من نمیدونم بالاخره آدم اختیار داره یا نداره. اگر اختیار داره پس در قرآن چی میگن که اگر هیچ چیزی رو تا خدا نخواد انجام نمیشه؟ و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا به ید کل خیر یا اولو الالباب. میگه هر کی رو که خدا بخواد عزت میده و هر کی رو خدا بخواد ذلت میده. کدوم اینا درسته؟ پرسش: آیا امام زمان همسر و فرزند دارد؟ این از اون پرسش های زیرکان است. دو: اگر همسر و فرزند دارد، آیا آنها هم مانند حضرت ایشان عمری طولانی دارند؟ حالا آقا جواب میده. آقا امام زمان شناسه ها، مجله امام زمان داره منتشر میکنه. بنابر آنچه معارف دینی و روایات، میچسبن آنی به روایات. معارف دینی، معارف دینی چیه؟ یه مش مزخرفاتی که، یعنی اون دینی که شما میگید در بهار الانوار و اصول کافی حلیت المتقین اینا نوشته شده که از هفته آینده اونا رو بررسی میکنیم. بنابر آنچه معارف دینی و روایات و دعاها و زیارتنامه ها به دست میدهند، نمی شود آن حضرت همسر و فرزند نداشته باشند. گفتم که دیگه نمیتونستن بگن نداشته باشند. اما به خاطر آنکه امام زمان در اصل غیبت کبرا باید ناشناس زندگی کند، کسی در این رابطه مطلبی نمیدونه. پس اون بالا چی گفتی که روایات و فلان بخون؟ میگه ما نمیدونیم، نمیدونیم که داره زن یا نداره و کسی نمیداند این مطلب رو و نباید هم بدانند. بله باید همینطوری چی ندونن، چون یک پرت و پلایی گفتید توش موندید. و الا غایب و ناشناس زندگی کردن که لازمه قانون غیبت کبرای آن حضرت هست به هم میخورن. اینجا قانون کی گذاشته؟ و اما عمر همسر و فرزندان آن حضرت، لازم نیست که عمر آنها طولانی باشد، زیرا آنها علم امام زمان را ندارند تا از هرچی که عمر انسان را کوتاه می کند پرهیز کنند. چرا امام زمان علم رو بهش یاد نمیده؟ مگه بچهش رو دوست نداره؟ مگه زنش رو دوست نداره؟ چرا خودش یه علمی داره به گفته شما البته که میتونه عمر طولانی داشته باشه، اما اینو به بچه و زنش یاد نمیده؟ چرا؟ ندارن. رضا از هرچی که عمر انسان را کوتاه میکنه پرهیز کنه، در حالی که امام خاطر علم بی پایان و عصمت خود از هر چیز که عمر ایشان را کوتاه کند و ضرر بر ایشان داشته باشد پرهیز میکنه. باید بدانیم که عمر طولانی برای حضرت ولی عصر یک ضرورت برای نجات جامعه بشری است. بله، چینی ها، کره ها، روسا، آمریکایی ها، اسپانیش ها، همه اصلا منتظرن امام زمانه هست، اصلا بدبختی داره همشون، باید ایشون بیا.
بله داد. تا مردم نگویند خدایا ما حجت و رهبری از سوی تو نداشتیم، میگه اصلا اینو گذاشتن که مردم گله از خدا نکنن. حالا من نمیدونم یارو کره شمالیه چجوری از خدا گله میکنه که چرا امام زمان بر من نذاشتی، یا اونی که تو شیلی زندگی میکنه میگه اه حجت خدا کجاست، حجت خدا نیست، در کره زمین نیست. اینا همه گله هایی است که ممکنه از خدا بشه، ولی اینکه چرا امام زمان نداره، بنابراین امام زمانو گذاشتن. امام همیشه در بین مردم باشد تا زمانی که خداوند مصلحت بداند آن حضرت دولت جهانی خود رو تشکیل میده، دولت جهانی میدهد و ظهور میفرمایند، پس تا چنین روزی باید عمر مبارکشان طولانی شود و این ضرورت برای همسر و فرزندانشان وجود ندارد، آنها عمر طبیعی دارند. پس امام پیوسته و پیوسته در حال مرده خاک کردن دیگه، چون وقتی یکی عمر طولانی داشته باشه، بچه هم داشته باشه، هی بچه ها میشن، نوه دارن، نتیجه دارن، بعد زناش میمیرن، بچه هاش میمیرن، نتیجه هاش میمیرن، دوباره بچه های بعدی میمیرن. این امام مرتب در حال تجلی جنازه است. خب پرسش، میدانیم که جنگی در راه است. از کجا میدونی؟ کی میگه جنگی در راهه؟ میخواهیم آماده شویم یک جنگجوی با ایمان مهدی علیه السلام باشیم. یک، این کار اخلاق و ایمان میخواهد. دو، شجاعت میخواهد. سه، باید فنون جنگی را دانست. حالا اینو سوال داره میکنه. من برای دستیابی سریع و صحیح به همه اینها از شما کمک میخواهم تا یک، مبانی اعتقادیم را استحکام بخشم. آخه مردم ببین بیچاره ها از چه آدمایی کمک میخوان؟ یارو خودش توش مونده، میگه آقا کجا اینو بفهم، میگه برو کتاب منو بخون. بعد فلاجی چیه؟ روایات در این زمینه نباید ما چیزی بدونیم، روایت هم چی نمیدونن. عمر این زن و بچهش هستش طبیعی است مثل امامه؟ نه، اینا زود میمیرن. خب زن و بچهش کجا هستن؟ نمیدونی. بعد آقا جواب میده که این جنگ، جنگ با خواسته های نفسانی است. تا دیده یارو گفته میخوام بجنگم ترسیده الان بگن که داری ترور پروری میکنی، گفته خواست نفسانی است، جنگ اونه. باید همین کلیگویی، باید مطیع نفس خود باش نباشیم، در برابر پروردگار باید نفس خود را تربیت کنیم تا اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به ما با دیده خوب بنگرند و آن را، این کار را جهاد با نفس یا جهاد اکبر و یا تزکیه نفس می نامند که اگر موفق شوید و انشاءالله هم موفق می شوید، مثل کسی هستید که در خیمه امام عصر سربازید، بلکه در خیمه رسول خدا بودید و شهید می شوید. این پرسش جالبه. میگه یه خانومی هم این پرسشو کرده، میگه چه کسانی در زمان ظهور حضرت به عالم دنیا بر میگردن؟ آخه آخوند میگه که زمانی که امام بیاد یه عده‌ای زنده میشن. حالا در یه جا میگه اگر 40 شبانه روز برید و نمیدونم آب و جارو کنید و این آیه رو، این دعا رو 40 بار بخونید در هر شب و 40 شبانه روز ادامه بدید، از اونایی میشید که روز که امام زمان زندگی ظهور میکنه زنده میشید. آخه اینا که مردک خلاف دین اسلامه. دین اسلام میگه در روز قیامت زنده میشین، تو اومدی میگه امام هم بیا زنده میشین دوباره؟ یعنی یه خدای دیگه هست، یه رستاخیز دیگه بر خودتون درست کردین دیگه. ببینید هیچ، اینا هیچیشون بر اصول دین، اینی که من میگم آخون مسلمان نیست، اینه دیگه. میگه بله در زمان امام، برگرد امام، اینا زنده. حالا کیا زنده میشن؟ این جالبه. بنابر روایات اهل بیت عصمت و طهارت، فوری میزن گردن اهل بیت عصمت و طهارت. بینندگان ارجمند خواهش میکنم 5 دقیقه 10 دقیقه من پروانه بدید که این جستار رو تموم کنیم، پاسخ به شما رو میدیم و تا زمانی هم که شما صدای زنگ رو میشنوید پولی از شما کم نمیشه، بنابراین کمی بردبار باشید. الان خطا باز شده، یعنی باز همطور زنگ میزنه. به هر حال کسانی که در زمان ظهور حضرت برمیگردند بنابر روایات اهل عصمت و طهارت دو دسته هستند، کسانی که مؤمن خالص هستند و کسانی که مشرک خالص. پس همه برمیگردن دیگه، یا مشرکن یا مسلمان، هر دو میمتون. پس از ظهور حضرت اینها به دنیا میآیند تا دسته اول به پاداش آرزوهای مورد نظر خود در یاری امام زمان دست یابند و ارج خود را از
کارهای ثوابی کردن بگیرن. پس چون یه رستاخیز دیگه دیگه، دوباره الان امام اومده اینا زنده میشن که اجر خودشون رو بگیرن. دسته دوم به مجازاتهای اعمال ناپسند خود برسن، اینم یه قیامت دیگریست دیگه. وقت بعد میبینه خب خراب کرده کارو. یه البته مجازاتهای دنیوی، مجازات اخروی و عذاب جهنم در جای خود هست. پس دوبار ما رستاخیز داریم، دوبار قیامت داریم. همانطور که پاداش‌های اخروی بهشت برای دسته اول محفوظ است، بازگشت آنها به دنیا برای رسیدن به پاداش‌های الهی در این عالم است. چیه پاداش‌های الهی در این عالم؟ نمیگه. بعد میگه در همین شماره به مقاله رحمت امام زمان مراجعه کنید. بینندگان عجمند، از هم اکنون خطها باز میشه. دوستان اتاق فرمان شماره تلفن ها رو بذارن. کسانی که زنگ زده بودن و قطع کردند، حوصله‌شون سر رفت، میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره تلفن هم 456-59-77. خلاصه از این سوال جواب های سبکسرانه که باعث تحمیق مردمه در این مجله پره، اینها دستپاچه شدن. حالا مرتب راجع به امام زمان و اینکه هر کی مخالف دشمن دینه و هر کی مخالف فلانه دست کنید. در ضمن ترسیدن باز، چون وضعشون الان در چیز دفاعی قرار گرفتن، میگن که هر کی اعتقاد نداشته باشه ما باید فقط اینها رو راهنمایی کنیم، دیگه نگفته میکشیم سرشون رو میبریم. الو بفرمایید. الو. الو. بر شما استاد گرامی انتطا. درود بر شما. دکتر جان، من خواستم از بحثتون برسونم. آیا شما میدونید که مهمترین اصل تشیع همون رجعت هست؟ بله. یعنی اعتقاد به بازگشت، معاد دیگه، یکی معاد رو میگن. بله. اینا میگن که آره وقتی مرد میگه همه اینا زنده میشن. بله. میگه حضرت علی میاد، حضرت عباس میاد، امام زمان میاد و بله، بله. همه مردم دنیا باید زیر فرگوش به فرمان اینا باشن. بله. آیا من میخوام بدونم یعنی این که یکی از میشه گفت مهملترین استدلال ها، حالا به نام دین، حالا من نمیخوام اینو، ولی میگم اینا که به نام دین اینو میگن، به نظر شما در هر دینی کسی بخواد بشینه این مسئله رو عنوان بکنه، حالا یه آدم من میگم بالغ نه نابالغ، آیا به نظر شما این قابل قبوله، این مسئله رجعت؟ بله خدمتتون. مهمترین اصلش اینا میگن اینجوریه. بله خدمتتون. که این آخه والا من نمیدونم آخه اینا یعنی شرم و حیا تا چه اندازه. بله خدمتتون میگم. 60000 سال دارن اینجوری کلا سر مردم میذارن. بله سپاسگزارم. ببینید خوشبختانه آخرین بحث من همین بود. ما که دوتا قیامت نداریم. اگر اعتقادی هست به بازگشت، ما باز هم میگم بینندگان، ما با دین مخالف نیستیم، با دین مخالف، ولی دین به آیین خرد، نه بر آیین خرافات. هر چی آخوند میگه خرافاته، بیپایه است تمام اینا. حالا نرسیدم بخونم چون خطا باز شده. همه در یه جا میگه امام زمان که ظهور کنه سربازان تمام کشورهای بزرگ میان به سپاه امام میپیوندن. آخه این پرت و پلاها چیه؟ آمریکایی، چینی، روسیه، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، هم انگلیس ها را ندیناسه بعض کارتون خراب میکنن. به هر حال اینا همیشه میگن این یعنی چی سپاهیان همه میان به امام. تمام اینها یاوست. الو بفرمایید. میخواستم با آقای انقطاع. من انقطاع هستم. درود بر شما. جا؟ من انقطاع هستم. سلام از گناه ببرم. درود بر شما آقای انقطاع. الو بفرمایید قربان. آقای انقطاع شما نمیترسید سنگ بشین حرفا میزنی؟ من فقط از این میترسم. حالا خوشبختانه همیشه کاری میکنم یه لباس شیک و تمیز بپوشم که اگه سنگ شدم بقیلا یه مجسمی خویی باشم. به هر حال من نگران شما هستم. قربان شما، مرسی، خیلی سپاسگزارم. الو بفرمایید. خیلی نباشید. حالا شما خوبه؟ درود بر شما. من خودم 4 بار قرآن رو خوندم. بله. نقشیه اومده توش، نه چیزی از امامی زمان توش اومده. اصلا از هیچ امامی نیومده. اینا چه
چرت و پرت میگن اینا، واقعا من نمیدونم. خب میدونم مشکل اینا هستش که مردم ایران هم یه خود بله مسخ شدن، اینا رو باید روشن شد. واقعا عربی بلد نیست، همین فقط علکی همینطور میخونن. بله بله بله، هیچ وقت هم اون ترجمه هاشم همش هم چرت. نه ترجمه هم آخوند کرده، اونا رو بی خود ترجمه کردن اون تو. بسیارش من خیلی خوشحالم از این برنامه شما، برنامه شما خیلی گذار کمک میکنه. ای کاش واقعا خود روشن بودن. بله سب... تو قرآن هیچی از نه امام زمان اومده، نه از علی اومده، نه از حکم اومده، نه از هیچی نیست. بله سپاسگزارم، خدا نگهدار. الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. درود. نام من آویستاست و من یک پاچه چامه را داشتم برای شما. بفرمایید. ای زبان پارسی در کار باش، رهگشای راه ناهموار باش. تا که بودم در کنارت بودم، آستین بر آستانت سودم. گرگسستم پای پیوستم به تو، تازه کردم عهد و بربستم به تو. این جدایی بود این دوری نبود، یا اگر دوری ز همجوری، یا اگر دوری ز مهجوری نبود، ز مهجوری نبود. باز گشتم من دگر آن نیستم، سخت جان ایستاد. عرض کنم خب آمدن رو خط قطع کردن برای اینکه بس که با کارت بود، ولی این بانوی گرامی 150 خط شعر آقای دکتر حسین حقیقی حسین خطیبی رو می‌خواستن برام بخونن. این یک چامه است از آقای دکتر حسین خطیبی. حالا منم شدم این نویسنده کتاب مجله خورشید مکه، اینو توی جلد یکم در ژرفای واژه‌ها من هر تمام 100 خورده ای شعرش رو نوشتم و همش نگران بودم این خانم تا آخرشو نخونه. الو بفرمایید. آقای گتا درود بر شما. درود بر شما. میتونم با شما صحبت کنم؟ رو ایر هستم. رو ایر هستید؟ بله. آقای گتا اینو بگم که اگر امام زمان ظهور بکنه، اولا اینکه بزرگترین دشمنانش توش همین آخونده هستن. بله بارها شده آمدن گفتن ما امام زمانیم همینا کشتنش. بله دلیل دارم، به خاطر اینکه آقا شما یک بیزینسی رو که حالا بیزینس دینه شما میگه آقا این من صاحب این بیزینس هستم، مال من، من دارم میرم مرخصی مسافرت یه سال یا تا بی نهایت تا هزار تا 1200 اوکی. یه روزی من بعد دو شاگرد رو میذارم اینجا موقتا، آخونده الان دارن این بیزینس این دین رو دارن چرخونه. بله بله. حالا بعد از یه مدت گذشت من اومدم میگم آقا خیلی ممنون شما زحمت کشید بفرمایید، نه مزدتون شما تشریف ببرید. شما فکر کنید آخونده نمیکنن؟ نه با فوری دادگستری میرن میگن آقا این صاحب اینجا ماییم. این تازه در صورتی است که اون مغازه اون صاحب مغازه وجود داشته باشه. میگم که پاش باشه اصلا نمیارم میکشم. بله اصلا وجود نداره یه همچی صاحب مغازه، اینا اومدن دکونو باز کردن. خیلی سپاسگزارم. الو بفرمایید. درود بر شما استاد. درود بر شما. آرش هستم از خوان زنگ میزنم. خواهش میکنم آقای آرش. در مورد صحبت هایتون که کردید که آخوند مسلمون نیستش، درسته که ما این فرم شیعه رو که الان تو ایران داریم انگلیسی ها بر ما غالب کرده، یعنی به این شکل خرافاتیش، حتی سازنده شیعه که ما خودمون هستیم. بله. ولی اون شکل کنونیش رو انگلیسی، بله از 400 سال پیش به این ور، بله رواج دادن. ولی مسئله اینجاست که خانه از پایبست ویران است. خود اسلام دینی است که ضد بشری است، خود اسلام دینی است که خرافاتی است، خود اسلام دینی است که اگه قرآن رو من شکی هیچ به هیچ عنوان شکی در استاد بودن و دانشمند بودن شما ندارم، ولی مسئله اینجاست که اگه قرآن رو مطالعه کنید که من جدیداً این کارو کردم، چون همش دنبال این بودم که آیا اسلام مشکل از اسلام است یا مشکل از آخوند است، ولی نهایتا به این نتیجه میرسه که مشکل اصلی خود اسلام است نه هیچ چیز دیگری. اون پای است که خرابه. شما اگه قرآن رو مطالعه کنید از اول تا آخرش شاید 10% به مواردی بخورید که به درد بشریت بخوره، اونم که کپی شده یا از اجداد ما از زرتشتیت یا از مسیحیت، ولی بقیهش چیزهایی هستش که پشیزی ارزش نداره بلکه ضد بشر هم هست. شما تم نگاه کنید فقط شکنجه است، عذاب علیم هست، عذاب نار است و کشتن هست و قتل هست و جنایت هست، همین چیز دیگه نیست. بله اینا رو بنده خوندم، بله میدونم و در این زمینه صحبت میکنم. ببینید بینندگان ارجمند،
هیچ انسانی از دین بری نیست، حتی کسی که بیدینه اون بیدینی براش یک دینه، یک باوره. وقتی یکی هیچ چیز رو قبول نداشته باشه، اون هیچ چیز قبول نداشتن یه استدلالی داره برای خودش دیگه، پس اون میشه یه دین براش. با دعوا سر لغت که نداریم، ما به دین اشخاص کاری نداریم، هر کسی کیشش براش محترمه. اما به تحمیق مردم، به نادان نگه داشتن مردم، به بی سواد و جاهل نگه داشتن مردم کار داریم، هم میهنان ما هستن، به خرافات کار داریم. من احترام فراوانی برای همه دین ها قائلم. گروهی پیرو اسلام هن. گروهی پیرو مسیح هن. گروهی پیرو زرتشت هن. گروهی پیرو موسی هن. گروهی بیدین هن گفتم. اما خرد رو فراموش نکنید. خداوند بارها گفتم یک خمیره‌ای در جمجمه شما گذاشته میلیاردها دلار میارزه اگه خوب فکر کنید. شما رو در زندگی راهنمایی میکنه. این مغز رو نسپرید دست آخوند که بیاد خرابش کنه. دین زندگی به آیین خرده. دینی رو داشته باشید بینندگان که بی دین نتونه مسخرتون کنه. این مهمه. اگر شما به آیین خرد رفتار کنید در دینتون، وقتی میان میگن که آقا کار نیک بکنید، به هم میهنانتون برسید، به مستمندان برسید، به مال دیگران چشم بد نداشته باشید، به ناموس دیگران چشم بد نداشته باشید. خب این دینه. کجای یه بیدین میتونه اینو مسخره کنه؟ نمیتونه. اما اگه بیای بگی بله یه کسی 1200 سال زنده است، میاد پدرتون رو در میاره، با شمشیر میزنه خون تا زیرش گم اسمش میاد، خب میخنده به. بنابراین این برنامه، برنامه مخالف دین نیست، برنامه مخالف خرافاته. الو بفرمایید. الو بفرمایید. سلام دکتر. درود بر شما. درود بر شما دکتر. ببخشید بلندتر سخن بگی. بله دکتر، برنامه شما برنامه تاریخی است، نه راجع به دین صحبت می‌کنید. بهتره این تاریخ دیگه. بله. این تاریخه. وقتی تاریخ. وقتی من میام راجع به مسائل تاریخی میگم، دین ما یک دینی است، یعنی این باوری که ما داریم در درازای تاریخ آخوند برای ما ساخته، از 400 سال پیش ساخته. اینو باید بگیم به چه دلیل ساخته. به دلیل اینکه جیبشو پر کنه. بعد من از آتلانتا تماس میگیرم. خواهش میکنم. من برنامه‌تون زیبات، برنامه‌تون جالبه. خواهش. ولی یه مقدار توضیح بدین راجع به اینکه دین چطور تحمیل شد. چطور چی شد؟ تحمیل شد دین. بله بله چشم. همینو تحمیل دیگه. بله چشم. آفات به وجود اومد. و راهکاری بدین واسه اینکه مردم بیشتر روشن بشن. راهکار ما، حالا خدمتتون میگم، راهکار ما اینه که مردم فکر کنن. به حرفای ما فکر کنن. چشم، اینو میگم. ببینید ما آخوند نیستیم بگیم اینی که داریم میگیم حتما باور کنید. آخوند اینو میگه. آخوند میگه اگه شک کنی میره تو جهنم. باید باور کن. مقلد باش، فکر نکن. ما این نیستیم. ما میگیم فکر کنید. این حرفایی که ما میزنیم فکر کنید. درسته که دینیه، ولی دینی تاریخیه. در درازای تاریخ این اندیشه ها پدر ما رو در آورده. روستای بدبختی که کار کشاورزی کار بدی نیست، کار پردرآمدیه. آمریکایی‌ها خیلی توجه به کشاورزی دارن، کشاورزیشون هم واقعا عجیب و عالیه. خب چرا کشاورزای ما بدبختن؟ برای که آخوند میگه آقا تو اگه بری زیارت امام حسین مثل که رفتی زیارت خدا. منظار حسینه به کربلا که منظار الله فی العرش. جمله بت پرستانه رو دقت کنید. اگه بری حسین رو ببینی مثل که رفتی خدا رو دیدی در عرش. خب این آدم ساده دل یک سال جون میکنه، از گلوی زن و بچهش میزنه، در فقر زندگی میکنه، در کمبود مواد غذایی و ویتامینی به سر میبره، پولشو جمع میکنه، میره میریزه تو جیب اون عربه
که سنی هم هست و به این چیزا هم اعتقاد نداره خرج میکنه برمیگرده گدا دوباره از اول بدبختی شروع میشه تا یه سال دیگه. خب اینو باید گفت بهش، این مسئله تاریخیه، در طول تاریخ اینجور پدر مادر اومده. چرا ایران با این همه زمین، حالا چه منابع زیر زمینی چه خاک حاصلخیزی مثل خاک سیستان، مثل خاک خوزستان، مثل خاک شمال، مثل خاک آذربایجان، اینا حاصلخیزن، چرا نداریم ما؟ روستایی هم چی ندارن؟ خب اینا رو آخوند استثمار کرده برای اینکه دو ماه محرم و صفر جیبشو پر کنه. اومده چنان حسین رو بزرگ کرده که میگه اگه بری زیارت امام حسین میری توی مثل که خدا رو در عشق زیارت کردی. این وظیفه ماست که صحبت کنیم. اما من چی راهکار نشون بدم؟ من که آخوند نیستم، من میگم بشین فکر کن ببین اینایی که ما میگیم درسته یا نه. گوش نده به حرف آخوند، همه بدبختیات سر آخونده. شما ببینید تو این 26 سال چه بدبختی ملت ایران کشیده، چقدر کشتار داده، چقدر بدنامی کشیده، چقدر زندانی ما داریم، چه صدماتی به زنانمون زدن، چه صدماتی به جوانان ما زدن. 4 میلیون آواره ما تو دنیا داریم، کمه با بدبختی ساختن در خارج. تازه ماهاش که ناممون آدم های نسبتا موفقه اینیم، با بدبختی زندگی میکنیم، در روز زندگی میکنیم. اینا بدبختی هست که آخوند برای ما فراهم آورده. بله فکر کنید، فقط فکر کنید. هم میهنان کسانی که میان روی خط، خوشبختانه آدم های فرهیخته هستن. من همیشه خوشحال بودم که برنامه های من شنوندگانش بسیار فرهیختن، ولی بسیاری آدم ها اصلا به اینجوری فکر نمی کنن. اینا رو باید روشنشون کرد، بیدارشون کرد. بیدار کنید هم میهنانتون رو. نیازی به ناسزا و فحش و فضیحت و بدزبانی نیست. وقتی آدم منطقش قوی هست صحبت خودشو میکنه، چه نیاز داره ناسزا بگه؟ الو بفرمایید. الو بفرمایید قربان. سلام علیکم قربون. درود بر شما. میشه با جناب انقطاع حرف بزنم؟ من انقطاع هستم، بفرمایید. صبح شما بخیر. صبح آقای انقطاع، فرمایشات شما بسیار بسیار متینه و خرد رو باید جای همه چیز قرار داد. قبل از شما آقای خسروی دانشمند معروف ایران این کارو کردن. بله. میگم کتاباشو میخونیم میگن آقا ما بیاین راجع به اصلا با هم بحث کنیم. ما دیدیم که آخر سر به چه سرنوشتی آقای خسروی دچار شد. بله. من خودم شخصا به شما علاقه دارم به خاطر دانشتون. خیلی میخواستم بدانم آیا این مسئله روش فکر کردین، برای اینکه آخوند که وقتی که منطق نداره چاقو میکشه، شمشیر میکشه، میگاره. بله. و من بسیار 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 نگرانم که چنین بلای سر شما بیارن. بله. سپاسگزارم، پاسختونو میدم. قربانش. خدا نگهدار. ما اولا با آخوند کاری نداریم، ما با مردم صحبت میکنیم. درسته به تریج قبای آخوند بر میخوره. بعدم یک نکته رو بگیم، اگر ما بیاییم وظیفه ملی خودمون رو در برابر مردم به این بهانه که چون اون مرد بزرگ رو کشتن بگیم خب پس ما نمیریم جلو، ول کن آقا، مردم بذار هرچی میخوان بگن بشن. اگه این کار بکنیم اصلا ایرانی بر جای نمیمونه. آیا بابک خرمدین وقتی آمد تاریخ استاد سیس رو که کشتنش، ابو مسلم رو که کشتنش، المقنع رو که کشتنش، سندباد رو که کشتنش نخونده بود، نمیدونست، ولی اومد جلو کشته شد، ولی نفس بغداد رو گرفت. بعد وقتی دیگه یعقوب لیث اومد دیگه بغداد اون توانایی رو نداشت و در نتیجه ایران آزاد شد. ما هممون فانی هستیم. 50 سال دیگه 70% ماهایی که الان با هم داریم حرف میزنیم و جنجال میکنیم نیستیم. اما ایران هست، اون جاودانه. ما وظیفه‌ای داریم در برابر ایرانی، باید انجام بدیم. آخوند اهل منطق نیست، بله، ولی اگر
اگر کسروی میترسید، چون یک بار بهش حمله شد نمرد، بار دوم کشته شد و همون بار اول میکشید خودشو کنار، شاگردانی مثل ماها نداشت. ماها شاگردان او هستی. همانند من بسیار زیادن، باید سخن گفت. مطمئن باشید بالاخره دانش پیروز خواهد شد، بالاخره خرد پیروز خواهد شد، بالاخره منطق پیروز خواهد شد. حالا عمر یه نفر در برابر یک ملت چیه؟ چند سال دیگه ممکنه من زنده باشم؟ 20 سال. چند سال دیگه ممکنه آقای دکتر بختیار زنده باشه؟ اگه نکشته بودنش الان مرده بود دیگه، چون زمانی که کشتنش 70 و اندی سال داشت، خب میمرد. ولی از کوشش که نایستاد، که وظیفه‌ای که داشت باید انجام میداد داد. ما 4 تا نخست وزیر داشتیم آمدیم خارج از ایران زمان انقلاب: دکتر بختیار، دکتر آموزگار، شریف امامی و اصحاری. غیر از دکتر بختیار بقیه نیومدن تو کار سیاست، در حالی که همیشه نبض سیاست ایران دستشون بود. ولی اونا مردن. دکتر بختیار مرد، شریف امامی هم مرد. ولی اونایی که برای دیگران میمیرند همیشه زندن. اونایی که برای خودشون زندگی میکنند سرانجام میمیرند. بینندگان ارجمند، خطها همه پره، پاسخ همه رو خواهم داد، ولی وقت ما در اینجا تمام خواهد شد. روز و روزگار بر شما خوش. پاینده ایران، بدرود.